الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزیز به شنوندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خوشحال استیم که باز هم در خدمت شما در یکی از برنامه های دیگر من قرار داریم بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به پاسخ انتقاد یا نظریه بعض از برادران عزیز ما هست چون تعداد از جوانان عزیز و همکار ما در اینجا در پیمان پردکشن سایت جور کردن و یا پیچی به نام تجارت آنلاین آخرت بعض از دوستان انتقاد کردن گفتن آیا شما سر دین تجارت میکنید سر دعوت اسلامی تجارت میکنید خواستیم به اینها یک نظریه را مطرح بسازیم الله تبارک و تعالی در قرآن در مورد تجارت برای آخرت دو آیت بسیار شفاف واضح برای ما بیان میکند یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که شما ایمان آورده اید هل ادل لکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم آیا من الله شما را راهنمایی نکنم بر آن تجارتی که شما را از عذاب دردناک الهی نجات میدهد و بعد در سلسله آیت میگه تجارتی که شما را از عذاب خدا نجات میده و تجارت چی هست تؤمنون بالله و رسوله یک ایمان به خدا و رسول هست و بعد میگه و جاهدون فی سبیل الله و تو فی سبیل الله بی و انفسکم جهاد در راه الله تبارک و تعالی با مالتان با جانتان با نفستان این تجارت است در حقیقت برای آخرتتان جهاد انواع مختلفی دارد برادران عزیزم دعوت به تبلیغ یک نوعی از جهاد است درس خواندن و تعلیم و تعلم کردن نوعی از جهاد است کمک مالی برای فقرا و مستضعفین نوعی از جهاد است کسی با قلم خود جهاد می کند کسی با قدم خود جهاد می کند کسی با زبان خود جهاد می کند هر کسی به یک نوعی که در توان و استعدادش هست یکی از انواع جهاد در رای خدا دعوت هست در شرایط کنونی خیلی ضرورت است یک نوعی از انواع بزرگ جهاد استفاده از وسایل و ابزار امروزی است که در دسترس ما قرار دارد وسائل و ارتباطات دست جمعی هست که امروز در دست هر انسان قرار دار از او استفاده میکنه ما باید از صفحات مجازی از طریق رسانه ها به هر ترتیب و به هر شکلی که میشه ما باید پیام الهی را برسانیم به دیگران بناا این جوانان عزیز و متدین و مخلصی که در اینجا شب و روز کار میکنند، تلاش میکنند، برنامه های دینی را ثبت میکنند، به خدمت شما عزیزان قرار میدهند شما که می دانید سبت یک برنامه کامره می خواهد، نفر میخواهد، تنظیم و ترتیب می خواهد و تعداد اینجا کارمندانی که کار می اینها معاش دارن، اینها خرج و مصرف دارن بناا ممکن نیست که ما این برنامه را، این توان ما نیست که ما از سرمایه خودمان، اول او سرمایه را ما نداریم که از پول خودمان، سرمایه خودمان را ثبت بکنیم و در دسترس دیگران به صورت رایگان قرار بدهیم. ممکن ما داریم برنامه های رایگانی هم برای دیگران توضیح می کنیم ممکن بعضی از برنامه ها امکان نداره که ما رو را رایگان در دسترس دیگران قرار بدیم من یک مثال میدم برای او عزیزانی که اینها اعتراض کردن و یا به اصطلاح نقد کردن رویی پیچی که به نام تجارت آنلاین آخره جور شده گفتن شما سر دین خدا تجارت میکنید امروز یک میلیارد و 800 میلیون مسلمان در دنیا وجود داره همه اینها مسلمانان اعتقاد به قرآن دارن قرآن بزرگترین کتاب مسلمان هاست شما اگر در یک کتابخانه مراجعه کنید آیا کتابخانه به شما قرآن را مفت میدهد بدون هدیه رایگان به شما توضیح میکند هرگز ممکن نیست چرا چون درست است قرآن هست کتاب معظمی است کتاب مبارکی است کتاب خدا هست ممکن کسانه باشند که چند جلدی از قرآن هدیه کنند برای دیگران رایگان توضیح کنند بدونی به اصطلاح هدیه اما کتاب خاندار به شما او را رایگان نمیده چرا چون او پول مصرف کرده سر چاپیز قرآن شریف سر تهیه قرآن شریف تا کیر به اصطلاح سر انتقال قرآن از یک کشور به کشور دیگه تا که او در دسترس دیگران قرار میده و یا این قضیه یک کتاب دیگه اگر شما بخواید مطالعه کنید بناا این تجارت سر دین نیست در حقیقت یک خدمت است به دین که ما ایره میتوانیم به اصطلاح با همکاری جوانان مخلص ایره انجام بدهیم الله تبارك وتعالى فرماد إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله میگه کسانی که تلاوت میکنن این قرآن خراعت میکنن این قرآن تفسیر و تجوید این قرآن به دیگران تعلیم میدن پیام این قرآن به دیگران میرسانن و انفاق میکنن از آنچه که در دستشان هست برای مستمندان در راه دین خدا در راه نشر دعوت الى الله و بعد میگه اینها در حقیقت تجارتی را انجام میدن که لن تبور یعنی هرگز شکستی در او تجارت نیست خسارتی در او تجارت نیست عقب ماندگی در او تجارت نیست بناا برادران عزیزم خواهران عزیزم در شرایطی کنونی ما خیلی اشد ضرورت داریم به همکاری و تعاون و دعای شما حتی نیازمندیم تا ما بتوانیم به هر طریق و به هر سیستمی که شود پیام الهی را برای دیگران برسانیم به طور مثال ما برنامه داریم صد قسمت تا الی صد و ده قسمت یک برنامه شما تصور بکنید که ثبت ای برنامه چقدر زمان میبرد به اصطلاح مصارف ای برنامه چقدر زیاد می مگر امکان داره ما با ای حالتی که به اصطلاح بسیار با مشکل ای برنامه را ثبت می کنیم یعنی شاید ممکن در توان اکثریت جوان ها نیست اما باز هم اینها حاضرن وقتشان در راه دعوت بدن در راه تنظیم و ترتیب ای برنامه و در دسترس دیگران قرار بدن ممکن نیست که ما ای رایگان برای دیگران توضیح بکنیم گرچه که ما برنامه های داریم بعضی از برنامه هایی که بر... رایگان هم توضیح میشه اما بعضی یک سلسله از برنامه ها ممکن نیست که ما رو را رایگان توضیح بکنیم برای دیگران امکان داره اگر بعضی از برادران خیر که الله نعمتی ثروت داده برای اونها اسپانسر این برنامه ها بشون به اونها به اصطلاح چند برنامه ریسپانسری بکنن و بعد بگن که شما ای را رایگان برای دیگران در دسترس دیگران قرار بدید رایش همین است ممکن هست بناهن انشاءالله که اگر نقدی مشکلی در ذهن و در فکر شما بوده باشد برطرف شده باشه این تجارت سر دین خدا نیست همین شرایط همیره ایجاب میکنه زمینه همین ایجاب میکنه کارکرد امروز همیره ایجاب میکنه که ما باید با این ترتیب پیش برویم امیدوارم الله تبارک و تعالی در هر جایی که هستید برای همه شما توفیق و عنایت بفرماید تا ما با ما همکار باشید یا با دعایتان یا با زبانتان یا با مالتان به همین اساس تعدادی از میموری کارت ها و فلش ها را پیمان پردکشن آماده کرده به اونها را به اصطلاح برنامه را در داخل او ثبت کردن آماده کردن و در صفات مجازی نشر میشه و خدمت دوستان عزیز قیمتی ثابتی و هم در او درج است به خاطر زی قیمت ثابت است که چون در بازار قیمت بعضی از وقتها بالا میره و بعضی وقت ممکن پایین تر بیایه او قیمتی است که بر حسب اعتدال انتخاب شده و در ضمن او برادرانی که در خارج از کشور هستند اگر میخوان این ما را به دست بیاورند و از طریق هاردیسک یا میموری یا فلش ما می توانیم به اونها انتقال بدهیم میره ممکن شاید هزینه بیشتری بردارد و در ضمن او برادرایی که تقاضای رایگان این برنامه ها را دارند می که از طریق مفت رو به اصطلاح بلا این ای برنامه دست بیاورند یوتیوب پیمان پروداکشن در خدمت شما هست می توانیم به اصطلاح آزادانه از او استفاده کنیم دانلود کنیم و دیگران هم ای را برسانیم امروز متاسفانه در بازار شما وقتی بروید تعداد از جوانان ما حتی حاضرن برای به اصطلاح فیلم‌های های مبتزل پول بپردازن یا میموری ثبت کنن یا به اصطلاح فلش پر کنن و ثبت کنن در اونجا به هر حال وقتی که بالای گناه پول میدهی چرا به خاطر دینتان به خاطر نشر دینیتان که هم یک صدقه جاری هست برای آخرتتان هم به درد آخرتتان هم به درد دنیایتان میخورد چرا به خاطر این زحمت نکشیم ما موفق و باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.